سنی های تندروی داعش را از هر دری بیرون میاندازند، اندازند، تلاش می کنند از در دیگری وارد شود. اطلاعات و اخبار دریافتی ها که از آن است که اکنون داعش تلاش می کند ده هزار نیروی خود را از زندان های سوریه آزاد کند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کارشناسان معتقدند شرایط میتواند برای رها شدن هزاران تروریست داعشی در شمال و شمال شرقی سوریه فراهم شود. در همین راستا خبرگزاری اسکای نیوز با انتشار گزارشی نوشت کارشناسان میگویند داعش همچنان یک تهدید است و به دنبال خروج ده هزار جنگجوی خود از زندانهای سوریه در سال 2023 خواهد بود. علاوه بر این این نگرانی وجود دارد که حمله زمینی احتمالی ترکیه در سوریه میتواند شرایط مناسبی را برای داعش ایجاد کند تا بار دیگر قدرت را به دست گیرد. داعش و گروه های وابسته بر روی بحر برداری از بی صباتی های منطقه این متمرکز هستند و هنوز هم هایی برای تصرف سرزمین دارند. این گروه در نقاط مختلف دنیا از جمله افغانستان و شمال آفریقا هم شاخه دارد در افغانستان شاخه منطقه این گروه از زمانی که طالبان قدرت را دوباره به دست گرفتند حملات خود را افزایش داده است حدود هفتاد هزار نفر مشکوک به ارتباط با این گروه از جمله زنان و کودکان و حدود ده هزار شبه نظامی داعش در شمال شرق سوریه در بازداشت نیروهای کرد هستند داعش آشکارا گفته که قصد دارد همیان خود را آزاد کند در ماه ژانویه از وسایل نقلیه و مواد منفجره برای عبور از دیوارهای زندان گویران در هسکه در تلاش برای آزادی سه هزار زندانی در آنجا استفاده کرد. علی اکبری اخبار شیه